خب برای پروژه فریگر همونطور که میبینید سفارش ها انجام شده از شرکت لوک و بار رسیده و همونطور که میبینید این لیفتراک ها به یه شکل خیلی جالبی میره پشت تریلی سوار میشه. من الان نحوه پیاده کردنش رو به شما نشون میدم که چطور یه نفر آدم میتونه به این راحتی بار رو در واقع هم بار ببنه هم بتونه خالی کنه از هر دو طرف. الان توجه کنید که به چه شکلی خودشو میاره پایین و خیلی خیلی بحث جالبیه. دوست داشتم که با شما به اشتراک بگارم این بحث رو. الان لیفتراک ما از پایین و الان آزاد میشه و برمیگرده عقب و خیلی قدرت مانور بالایی داره، هم از چپ هم از راست میتونه کالاها رو بلند بکنه و بله خیلی مانور خوبی داره. مدت ها بود من به این فکر میکردم که میدیدم تو جاده ها، گفتم یعنی این چقدر برای اینا صرف داره که این لیفترها که به این گندگی رو میبرن پشت تریلی. ولی اون روز دیدم که یه نفر آدم چقدر با استفاده از ماشین میتونه به راحتی این کار رو انجام بده، برام خیلی خیلی جالب اومد. بعد این راحتی میره عقب، دوباره میگاره پایین، یکم دیگه میره داخل و خیلی خوب این بار رو دوباره جلوتر حالا فیتش میکنه، یک کمی برمیگردونه عقب و ببینه چقدر قشنگ راه رو بارک میکنه و میاد بیرون. بسیار بسیار چیز جالبیه. اینجا این فروشگاه لوک یا هوم دیپو، کسی که اکانت داشته باشه حساب داشته باشه باشون، علاوه بر اینکه حالا تو هر خرید 5% بهشون تخفیف میدن، شما حساب کنید که دلیوری این همه بار رو گرفته $20. یعنی شما تجسم کنید که اینا رو ما میخواستیم بخریم، با چی میخواستیم ورداریم بیاریم، کی میخواست اینا رو بار بگنه، کی میخواست اینا رو خالی کنه. شما فکر کنید که توی همچین مملکتی آورده با یه همچین خدماتی $20 گرفته که پول بنزین این کامیون هم نیستش، میارن بار رو اینجوری سر پروژه ها تحویل میدن. این واقعا اگه بخواید ببینید که خدمت و چی میگن سرویسی که به دنیا میدن. آفرین به این طراح این ایده ها، آفرین به این در واقع شرکت هایی که اینجور حساب شده و عالی کار خدمات رسانی رو انجام میدن. واقعا دستشون درد نکنه. یک کمی دهنه رو حالا جمع‌تر میکنه برای اینکه بتونه احتمالا محمول های بعدی که میخواد پیاده بکنه، میخواد عرض این در واقع چنگالو یا اینا میگن فورک بافر کرد که بتونه بره لابا چوب و اینها رو بلند کنه. ببینید یه ماموری که برای این کار میفرستن چقدر دوره میبینه، چقدر یک نفر به قول خودشون پرابلم سولور هست، مسئله حل کن هست که میاد راه حل پیدا میکنه بدون کمک در شرایط خیلی پیچیده. هم انقدر طرف باهوش و دوره دیده و با تجربه است که میاد
این خدمات رو به این شکل برای این شرکت چیکار میکنه؟ ارائه میکنه. ببینید چقدر تمیز در یک جای تنگ این رو آماده کرد. الان هم داره موبش میده جلوتر، قشنگ میگاره رو وسط اینها بدون اینکه بهش بگیم. و این اتوماتیک بودن، این خلاق بودن، راه حل پیدا کردن، ادب، واقعا جای آفرین و قدردانی داره. آفرین، مرسی. حالا از سمت چپ داره بارگیری میکنه. ببینید انقدر عاقل بود که اومد محل رو دید، فهمید که تریلی رو کجا باید پارک کنه. با توجه به که ماشین ها پارک بودن، بهترین نقطه رو پیدا کرد و عرق عقب تریلی رو طوری تنظیم کرد که بتونه علای اون ماشین ها، اون لیفترها که بیاره پایین و در واقع هم از چپ برداره هم از راست برداره. با یک سرعتی میاد عقب که تعادلش به هم نخوره، برای اینکه وقتی این دکل در واقع لیفتراک میره بالا، نقطه تعادلش خیلی حساس‌تر میشه. و تمام محموله ها قشنگ شماره بارنامه شیپینگ لیبل با بارکد داره که طرف که میخواد بره دلیور بکنه گیج نشه، چیدمانش به ترتیب اولویت هستش. دیروز بعد از ظهر یک شماره گیر خودکاری تماس گرفته و گفته که فردا نوبت دلیوری شماست، خود کامپیوتر زنگ زده گفته. خب گفته ساعت 8 تا 12، نیم ساعت قبل راننده تو راه تماس گرفته که من تا 20 دقیقه دیگه میرسم. ببینید دقت و نظم و ترتیب در کار چجوریه. دقیقاً سر موقع هم پیدا شد اومد. و الان ببینید من نگفتم اینو کجا بگار، اما خود طرف این تشخیص رو داره که جنگ بار رو کجا بگاره که ما بتونیم راحت ببریم توی انبار. ببینید خودش عرض رو برگردوند، میدونه که ما میخوایم اینو منتقل بکنیم، حتی نرفت بگاره وسط، راه رو جوری داره میگاره که ما بتونیم کار رو انجام بدیم. خب حالا مرحله ای هستش که میخواد در واقع ماشین رو قرار بده پشت تریلی. میره برای پروژه بعدی. آفرین. اگه علاقه من به این سبک ویدیوها هستین، حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. لایک و کامنت این ویدیو یادتون نره.